به نام خدا سلام میکنم به شما توییت نمایی ها. من تها مجیدی ام. امروز 28/8/98 و موضوع امروز برنامه‌مون بنزین، که البته هشتگ نیست، هم مرتبط با بنزینه هم مرتبط با اتفاقات اخیر که توی خیابونا توی این چند روز داره میفته. میریم سراغ توییت ها. آسید نوشته قائله ای که به بهانه بنزین را افتاده نه اینقدر بزرگ است که نظام را تهدید کند و نه اینقدر بی اهمیت است که نادیده گرفته بشود. بازیگران این ماجرا هم از دولت که هیزم آتش را فراهم کرد تا اپوزیسیون که بنزین به روی آتش می‌ریزد متنوعند و در این میان بیچاره مردم که پاسوز این فضاحتند. حاج هیتلر نوشته اون فقط ماه محرمه که آمبولانس‌ها پشت ترافیک میمونن و مادر بزرگ من اندازه میمیرن. الان که خودشون جاده رو بستن نه کسی ناراحتی قلبی داره نه آمبولانسی ممکنه پشت ترافیک بمونه. همینقدر رزل، همینقدر عوضی. امینی نوشته 1. بنزین گران می شود. 2. یارانه اخشار کم برخوردار افزایش می یابد. می خواهند اولی را به کلیت نظام، گزینه اول، و دومی را به دولت منصوب کنند. غافل از اینکه حنای عزه در میان مردم رنگ باخته است. مردم مارگزیده دریافتند که دلسوز واقعیشان کیست و چه کسی سالهاست دغدغه اقتصاد و معیشت مردم را دارد. ام جی فیلمی گذاشته با این تیتر که همه چیز از یک خشونت شروع شد. میتونید برید صفحش و فیلم رو ببینید. پایان یک جرقه، عواقب اختشاش در ایران، همه چیز از یک خشونت شروع شد. ناامنی بزرگترین مصیبت برای هر کشوری است. صحبت‌های رهبری بود تو همین اتفاقاتی که اخیراً افتادش. سبا آذرپک نوشته آی روحانی بزدل هستید، با مردم صادق نیستی. هر بلایی که سر ما میآید نتیجه تندروهایی است که برجام با آتش میکشند. کفگیر به ته دیگ خورده. تدبیر کل نظام از گرانی بنزین به جای رفراندوم که آیا مردم میخواهند معیشت و قربانی مقاومت کنند یا نه، تن به مصوبه 3 نفره دادید. بعد همین توییتو جاج کرده پیکارجو، میبینید، و نوشته که رئیس شورای هماهنگی سران قوا روحانیه و دبیرش نهاوندیان، یعنی عملاً طرحی که دولت باهاش مخالف باشه اصلاً در دستور کار شورا قرار نمیگیره. روحانی با مردم صادق نیست، ولی شما هم شاگرد همون کلاسی. حسین کازرونی نوشته مبارزه مصمم و شبانه‌روزی قوه قضاییه با فساد شاخص‌های امید در جامعه را افزایش داده و این برای رقیب قدیمی جریان انقلابی و جهادی بسیار گران آمده و با یک بمب قانونی مستقیم امید در جامعه را هدف قرار داده. وحید حاجی پور یه عکسی گذاشته از یه خبری و توضیح داده خودش. این مصاحبه زنگنه مربوط به سال 95 است که اصرار فراوانی داشت کارت سوخت حذف شود. در نهایت کارت سوخت را با این استدلال‌ها عقیم کرد، ولی امروز دقیقاً همان اتفاقی رخ داد که خود منتقدش بود. خیلی زور داره. کارت سوخت را ملغا کردن، کلاً تعطیلش کردن، دوباره برگشتن رو همون کارت سوخت. کارت سوخت و سهمیه را آزار دادن مردم میدانست و امروز اما در آزار مردم به پیامبری رسید. هدهد نوشته این بار از افزایش قیمت بنزین اصلا ناراحت نیستم. یکی از راه‌های کنترل مصرف و ایزن برداشتن فشار یارانه سوخت از دولت همین است. اما من نگران عدالت در روش اجرای این تصمیم هستم. من نگران عدم شفافیت در مصرف منابع آزاد شده از افزایش قیمت حامل‌های انرژی هستم. و این هم توییت آخر. خیلی ممنون. تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما.